چه گیم های فیزیکی هستیم اما گیم فیزیکی بازی نمی کنیم به خاطر که امروز ورزشکاران ما از رشته شنا هستن و ما اینجا برشان عوض جور میخواییم شنا کنن. از ورزشکاران رشته شنا در کنار ما می باشن و صحبت ها درباره آبازی می داشته باشیم. شنا ما خب قدر یاد نداریم، ببینیم که اشخاصی که مسلکی بلد هستن این رشته را چگونه هسته و چقدر نفس باید در این رشته کار هسته. همون قسم که در آزخانی رازیا جان اشاره کرد که نفس کار هسته، برای شنا دو برابر از اون نفس کار رو داره. صحبت های با اونا خواهیم داشت و فعلا از ابراهیم جان خواهش میکنیم که بیاین. خوش آمدید. سلام خدمت شما، خدمت تمام کارمندان تلویزیون و یک سلام تمام خدمت تمام بینده هایی که ما را از پرده تلویزیون تماشا میکنند. خوش باشین. سلام شما هم خوش آمدید. صبح شما هم بخیر بیننده های عزیزم. صبح شما تشکر از اینکه دعوت کردید. سلامت باشین. خیلی خوش آمدید. فکر میکنم که نو از شما اومدیم بخاطر از اینکه هنوز هم ترس. بله، ما هر روز صبح که تمرین داریم و اینا وسیله تمرینی ماست، با اینا تمرین میکنیم. این شاپر گفته همیشه دیگه، برای شاپر. شاپر چی درد بوده خواهمش؟ بر پای، فیزیک پایست. بله، بله، فیزیک پای. که میبینیم برای پای هست، اندازه هم داره؟ بله. بله، اندازه داره، سایز خرد است، سایز کلان است و این سایز پای خود فنجان است. سایز خب و این میشه دوباره زیام گپ بزن، ولی وسایل معرفی کنیم باز بعد از روی صحبت میداشتم. بکنم کلاه هست؟ بله، کلاه تمرینی سک، کلاه تمرینی و مسابقه فرق داره با و این عینکش هست. نه، فرق این کلاه با کلاه دیگه چی هست؟ این که هست نرمتر هست و کلاه مسابقه از این که سختر و محکمتره چون بر مسابقه است. بله، و عینکش هم میشه که آقای ابراهیم شما صحبت داشته باشین. در کیفیت فرق میکنه یا ای که همون یک عینک است؟ کیفیت شام فرق میکنه و دزیم نی کس یک ذره ضربگیر است، زمانی که در تمرین است از داخل شدن آب به چشما جلوگیری میکنه. همین رابری که شما میبینین باعث میشه که آب داخل چشم نبیه. رابر دورش کسی؟ بله، بله. و ای خور رولش آدمی شیشه ایشن سو معمولا فرق نمیکنه. آیا یعنی شیشه باید کنم شیشه خاص داشته باشه یا که هر رقم شیشه باشه فقط؟ نه، فرق نمیکنه، اما شیشه آینک است که محافظت داره. فرق نمیکنه. بله، معمولا آینک فکر میکنم که برای زانو هست یعنی یا نه بایسکل دوانی نیست، کافی دست برای تمرین فیزیک دست استفاده همشه از تمرینات ها. همین قسم؟ بله، آنه یاد گرفته. دست هست؟ بشه که ایره شاد شو بگرن؟ بله، ولی بلد بودن خماغون منو میجره دستم. بلد بودن شنا هم بسیار مهم هست، من فکر میکنم در زندگی هر فرد. و خوش به حال شما که بلد هستین و یاد دارین، یعنی میتونید یک روز از یک مشکل نجات بتین و دستاورت های زیاده هم دارین. میشه که درباره دستاورت ها هم صحبت داشته باشین. اول درباره همین تندیس صحبت کنین. آقای ابراهیم فایب جان منوانم از فایب جان سال 2015 بود، اولین مسابقه شنایم بود که اول شدم در بخش جوانان و این را تقدیم کردن از طرف فدراسیون شنا. بسیار عالی و مبارکتان باشه. تشکر. و همچنان مدال هم در اینجا هست که این مدال هم شما هست یا که مربوط استاد ابراهیم هست؟ نه، مدال ها معمولا مربوط فهیم جان هست، ما به صفتی همکار در کنارش هستیم. این را تمام دستاورت ها مربوط به فهیم جان میشه. فهیم جان میشه که در مورد ازی هم بر ما بگی شنا، یعنی اگر مثلا یک شخصی بخوای شنا کنه ضرور هست و یا حتمی هست که تمام وسایلی که پیلن روی میز هست تر استفاده کنه یا بپوشه؟ نه خیر، نه، فقط کلاه و عینک ضروری است بر ابتدایی تا
تا یاد بگیره، وقتی یاد گرفت وارد حرفه‌ای شد، میتونه از این وسایل استفاده کنه. استاد، حرفه‌ایش شروع حرفه‌ای است که یعنی مثلا بخوای از شروع کار از چقدر حوزه چقدری باید استفاده کنه؟ مثلا میگن چند سانتی متر است یا سانتی متر است، یا یعنی استفاده میشه ارتفاعش چقدر باید باشه و چه چیزهایی را باید در اول مد نظر ما بگیریم؟ معمولا حوزه آبازی که هست انواع و اقسام مختلف داره. حوزه هست که عمقش زیاد هست، حوزه هست که عمقش کم است. خب معمولا کسایی که نو میای به تمرین خوب است که از همون جایی که عمق آب کمتر است از او استفاده کنه تا ایسا ایسا یکمه که ماهر شوه و بعدا از جاهایی که عمق آب زیاد است از او استفاده کنه. بله، یک کسی که شناگر باشه و شناگر واقعی باشه و تمام همون مهارت هایش هم یاد داشته باشه، تا چقدر آب را میتونه که مثلا خدا نجات بده شنا بکنه؟ مثلا عمق آب و ارتفاع آب چقدر باشه که نمیتونن در اوج خدا نجات بدن؟ ممکن مثلا یک حالت اضطراری پیش بیاد که یک فرد شناگر آیا میتونه از او حالت موفقانه بیرون بیاید یا خیر؟ بله، کسایی که شناگر هستن، واقعا شناگرهای ماهر هستن، برای اونا عمق فرق نمیکنه. هر قدر که باشه اونا میتونه خود نجات بده و یا اگر کسی غرق شوه او را نجات بده، از غرق شدن جلوگیری کنه، برای او فرق نمیکنه. شناگر که باشه عمق آب برایش مطرح نیست. هر قدر که عمق باشه میتونه خودش آب بازی کنه و یا اگر کسی غرق شوه او را نجات بده. چقدر خوب است که همه شناگر باشه. بله، واقعا در مورد فواید شنا هم کمی بگوین. یعنی حتما در شنا خوبی های وجود داره، یعنی برای مفیدیت های وجود داره برای صحت، برای بدن، میشه که بر ما بیشتر درش توضیح بدید؟ بله، شنا یک از رشته های ورزش است. واقعا تمامی رشته های ورزش ما خوب است و شنا را ما گفتم میتونیم که خوبترینش است، چرا که از هر لحاظ، از لحاظ جلد بسیار پاک و شفاف میسازه، نفس فوق العاده بالا میبره و همچنان از هر لحاظ، از ساخت اندام، از ساخت و غیره چیزا، شنا ما گفتم میتونیم خیلی مفید است. بله، و برای تمرینات ورزشی. بسیار عالی. فهیم جان، میشه که اگر مسابقه در پیش رو داشته باشین در بارش گپ بزنین که آیا مسابقه هم پیش رو هست یا خیر؟ چند کشور نزدیک آسیایی بگیم که وعده داده میخوای برای کمپ تمرینی تا اونجا تمرین کنیم و دیگه عرصه کمک المپیک می خواهیم که از لازم مالی کمک کنه، پولی. و همچنان چند وقت پیش مسابقاتی داشتیم در کشور دبی، یک تورنمنت بود که اونجا هم تجارب خیلی خوبی گرفتیم و تانستیم مقام چهارم از آن خود کنیم. بله، تیم افغانستان چهارم شد. امید است که در مسابقات آینده هم بتونین که مقام اول از آن خود بکنین. و در این قسمت طبعا که کمیته ملی المپیک هم نقش بسازی داره. بله، خیلی سپاس شما هم که در برنامه حضور یافتین. اگر پیام داشته باشین به همتون. برای همتون ما پیام داریم که از ورزش، خصوصا از ورزش شنا که برای فعلا در کشور ما تعداد حوزه آب بازی و حوزه شنا ایجاد شده، از این استفاده کنند، از هر لحاظ مفید است و کوشش کنیم ما ورزش شنا را در کشور خود رونق و رونق بیشتر بدیم تا همه وطنای ما از همی آب بازی و از شنا کردن مستفید شوند. سپاسگزار هستیم هزار دو شما و خوش که در مورد شنا هم بیشتر دانسته. سپاسگزار هستیم. تشکر، سلامت باشید. در این لحظات من مطمئن هستم شما از اول برنامه تا حالا منتظر ازی بودین که برنامه و یا همون بخشی که در مورد زندگی عزیز مشهور به غندر هسته را بیشتر بدانین و من مطمئن هستم دوست دارین که زمزمه هایی که میکند را بشنوین. ما و رازیه جان برنامه زیبایی با اونا ثبت کردیم که برای شما نشر خواهیم کرد و مطمئن هستم شما هم بیننده باشین. میریم حالا یک وقفه میگیریم، در ادامه از او نشر زندگی غندر.